شاگردای عزیز و دوست داشتنی سلام و فصل دوم درس 13 هم خوش آمدید. ما به درس فصل اول تمام کردیم که فصل اول کلا در مورد موجودات زنده بود. ما از درس امروز فصل دوم رو شروع میکنیم که فصل دوم کلا در مورد چی است؟ در مورد حرارت و روشنی هست. خب هدف از این درس شاگردای چی است؟ ما اهمیت حرارت را میفهمیم که حرارت در زندگی ما چی اهمیت دارد و در زندگی روزمره موارد استفاده حرارت را میفهمیم که حرارت در زندگی روزمره ما چی استفاده ها دارد. خب درس 13 هم را شروع میکنیم. شاگردای عزیز قبل از اینکه درس آغاز کنیم بیاید که یک مرور کلی بر فصل اول کنیم که ما در فصل اول چی را خواندیم. ما در فصل اول موجودات زنده را خواندیم که موجودات زنده به صورت عموم به دو دسته تقسیم میشه، یک حیوانات و نباتات. ما از فصل دوم فهمیدیم که نباتات نیز از جمله موجودات زنده هستند و حیوانات که انواع و اقسامشان داره از جمله موجودات زنده هستند و یکی چرا نباتات به عنوان موجود زنده هستند ما خواندیم، با جزئیات خواندیم، چون خواص موجودات زنده را دارا میباشند، مثلا تنفس میکنه، تغذیه میکنه، تکثر میکنه و غیره. انسان ها را به عنوان موجود زنده خواندیم که انسان ها به عنوان موجود زنده از جمله زیباترین و تواناترین مخلوقات خداوند هستند و خداوند به انسان ها حواس پنجگانه بخشیده که حواس پنجگانه شامل کدام ها هستند؟ شامل حس شنوایی، حس بینایی، حس ذائقه، حس بویایی و حس لامسه. و نباتات خواندیم که گفتیم از جمله موجودات زنده هستند و اجزای مختلف دارند که شامل ریشه، ساقه، برگ، گل، دانه و میوه نبات بود که تک تک از اینا را مطالعه کردیم که چه قسم بود. خب اهمیت نباتات در زندگی انسان را خواندیم که اهمیت زیاد دارد. اولا که غذای موجودات زنده را تهیه میکنه یا تشکیل میده. انسان ها از نباتات به شکل های مختلف استفاده میکنه و دوما در محیط زیست بسیار نقش اساسی را داشت. در محیط که ما زندگی میکنیم نباتات اگر موجود باشد محیط پاک هست، هوای پاک داره و اکسیژن را تولید میکنه نباتات و کاربون دای اکساید را گفتیم که جذب میکنه و کاربون دای اکساید یک گاز مضر بود که برای انسان مضر است. این بود اهمیت نباتات در زندگی انسان و در فصل دو ما این موضوعات را خواندیم و یاد گرفتیم. خب از موجودات زنده تمام شدیم. اینجا موجودات غیر زنده که عبارت از حرارت و روشنی است ما در فصل دوم میخوانیم. در فصل دوم حرارت و روشنی را میخوانیم. بسیار خوب، ما در این فصل میخوانیم که حرارت و روشنی چی هست، در زندگی ما چی اهمیت داره و ما چگونه از حرارت و روشنی استفاده میکنیم. خب شاگردای عزیز قبل از اینکه درس حرارت شروع کنیم اینجا چند سوال هست. من سوال میکنم، شما با صدای بلند جواب بدین و نظر خود را بیان کنید. خب شاگردای عزیز، نباتات در تابستان بهتر نمو میکند یا در زمستان؟ بله، نباتات در تابستان بیشتر نمو و رشد میکند. خب چرا ما در زمستان لباس های پشمی و ضخیم میپوشیم؟ بله بسیار خوب. شاگردای عزیز به نظر شما برای پختن غذا از چی استفاده میکنیم؟ بسیار عالی، از حرارت استفاده میکنیم. خب شاگردای عزیز، حرارت، شما اول به تصویر ببینید که نور آفتاب است، بالا انسان ها میتابه، باعث میشه درجه حرارت بدن انسان عرق کنه. یک چرا انسان عرق میکنه در زیر نور آفتاب؟ به خاطر که درجه حرارت بدن انسان بالا میره. اینجا شکل میبینید که ترمومتر است، یعنی درجه حرارت بدن انسان بالا میره. در چه حالت؟ در حالتی که نور آفتاب بیشتر بتابه، هوا گرم میشه و درجه حرارت بالا میره. خب شاگردان عزیز، حالا حرارت چی است؟ ما به چی حرارت گفته میتوانیم؟ شاگردان عزیز، حرارت نوعی از انرژی است که در زندگی انسان نقش بسیار زیاد داره، که تمام حیات انسان یا حیات موجودات زنده به حرارت وابسته است. یعنی حرارت بسیار در زندگی زنده جان ها مهم است. مثلا ما مثال میگیم
که در زندگی انسان چرا مهم است. در قدم اول انسان به یک مقدار معین درجه حرارت نیاز دارد. بدن انسان، بدن ما در درجه حرارت نیاز دارد. در صورتی که درجه حرارت پایین بره، انسان یخ میکنه یا بدن انسان را یخ میزنه، و یا به می خاطر است که ما در زمستان لباس گرم می پوشیم، به خاطر که درجه حرارت پایین می آید و ما به درجه حرارت گرم نیاز داریم. بنابراین ما لباس های گرم می پوشیم و یا خانه های خود را توسط وسایلی که حرارت تولید کنه گرم می کنه. خب چی وسایل حرارت تولید می کنه؟ مانند زغال. ما زغال می سوزانیم در منقل، بعد چی میکنه؟ حرارت تولید میکنه، فضای خانه گرم میشه و ما احساس گرمی میکنیم. و یا هم از گاز استفاده میکنیم، که گاز استفاده میکنیم تا خانه خود را گرم کنیم تا ما را یخ نکنه. خب مواردی استفاده حرارت که ما از حرارت چی استفاده میکنیم؟ گفتیم ما در زندگی روزمره استفاده های مختلف داره. مثلا ما اگر غذا پخته میکنیم از حرارت استفاده میکنیم. چی حرارت تولید میکنه؟ مثلا گاز، یا مثلا زغال، یا مثلا برق. اینا حرارت تولید میکنه، به شکلهای مختلف ما استفاده میکنیم، غذای خود رو پخته میکنیم. و یا از اتو کردن لباس، اتو حرارت تولید میکنه و ما لباس خود رو با اتو میکنیم. گرم کردن آب، آب رو گرم میکنیم. توسط چی گرم میکنیم؟ توسط حرارت گرم میکنیم. یا مثلا در خانه های خود ما از خشت پخته استفاده میکنیم. امی خشت توسط چی پخته میشه؟ معلومه که در کره های خشت پزی توسط چی پخته میشه؟ توسط حرارت. حرارت از چی تولید میشه؟ از زغال. زغال حرارت تولید میکنه، باعث میشه که خشته ها پخته شه و ما در خانه های خود استفاده کنیم. پس وقتی که این همه استفاده را داره، ما میگیم که حرارت نوعی از انرژی است که در زندگی زندجان ها بسیار مهم و حیاتی است. البته ای استفاده حرارت تنها در زندگی انسان ها بود، و بلکه در زندگی و جز از انسان دیگه موجودات زنده نیز استفاده دارند. مثلا در زندگی ما گفتیم نباتات از جمله موجودات زنده هستند که حرارت بالای نباتات هم بسیار نقش داره. خب بیایید بخوانیم که چی نقش داره بالای نباتات. شاگردای عزیز، تصویر رو میبینید که یک نبات است. ما اجزای نبات خواندیم، ریشه و برگ و گل بود. گفتیم که در برگ سوراخ ها وجود داره. خب حالا ببینید که حرارت یا نور آفتاب بالای نبات میتابند، از اینجا کربن دای اکساید نبات جذب میکنه. ببینید کربن دای اکساید جذب ده و اکسیژن خارج میکنه. خب شاگردای عزیز، در صورتی که نور آفتاب یا حرارت آفتاب نباشه، نباتات رشد نمیکنه. یعنی بالای نباتات بسیار مهم و ضروری است نور آفتاب، و می خاطر است که نباتات در تابستان بیشتر رشد میکنند. چرا؟ به خاطر که حرارت یا نور آفتاب بیشتر است در تابستان نظر در زمستان. بنابراین حرارت یا نور آفتاب یکی از جمله موادهای بسیار ضروری و حیاتی برای نباتات هست تا نباتات رشد و نمو کنند. در موجودیت نور آفتاب یا حرارت، نباتات رشد و نمو میکنه، گل میکنه، باعث تولید میوه و چی میکنه؟ دانه میکنه، که ما از دانه نباتات استفاده میکنیم، از میوه نباتات استفاده میکنیم. یعنی تمام اینها، نور آفتاب، نباتات، انسان ها، اینها کلن به همدیگه ارتباط داره. در صورت که نور آفتاب نباشه، نه بدن انسان رشد میکنه و نه نبات رشد میکنه. در صورت که نبات رشد نکنه، غذای انسان ها و یا موجودات دیگر هم تهیه نمیشه. بنابراین ما میگیم نور آفتاب یا حرارت در زندگی ما بسیار مهم و ضروری است. در صورت که حرارت نباشد، موجودات زنده هم به زندگی خود ادامه داده نمی توانه. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما در مورد حرارت، که ما یک مقدار در مورد حرارت آشنایی پیدا کردیم که حرارت چی است و یکی از کجا تولید میشه و چی شکل تولید میشه. انشاءالله ما در درس های بعدی بیشتر می خوانیم. حرارت ما از درس امروز چی خوانیم؟ حرارت چی است؟ گفتیم حرارت یک نوع انرژی است که از منابع مختلف تولید میشه و به زندگی انسان ها بسیار
ضروری است. اهمیت حرارت در زندگی انسان ها فهمیدیم که انسان ها حرارت بسیار اهمیت زیاد دارد، بدن انسان به حرارت نیاز دارد، در صورت که حرارت نباشد بدن انسان ادامه به زندگی خود نیستند. خب اهمیت حرارت در زندگی نباتات را خواندیم، در صورتی که نباتات در صورتی که حرارت نباشد نباتات رشد و نمو نمی کنند و می خاطر است که در زمستان کمتر نمو می کند چون حرارت کمتر است، درجه حرارت پایین است، و در تابستان بیشتر نمو می کند به خاطر از اینکه نور آفتاب یا حرارت محیط نبات زیاد است، نباتات بیشتر نمو می کند. موارد استفاده حرارت در زندگی روزمره را خواندیم که ما از حرارت به در زندگی روزمره خود به موارد مختلف یا در بخش های مختلف استفاده می کنیم. به طور مثال اگر ما غذا پخته می کنیم از حرارت استفاده می کنیم، اگر ما آب را گرم می کنیم از حرارت استفاده می کنیم، اگر ما لباس خود را اتو می کنیم از حرارت استفاده می کنیم و به شکل های مختلف، و یا اگر ما ویتامین بدن خود را می کنیم، مثلا یک ویتامین در بدن ما به نام ویتامین دی است، ما ویتامین دی از چی تولید میشه؟ از نور آفتاب، از حرارت. یا ویتامین بدن خود را میگیریم از چی استفاده میکنیم؟ از حرارت استفاده میکنیم. این بود درس امروز ما شاگردای عزیز. کار خانگی در شاگردای عزیز در کتابچه هایتان درباره وسایلی که برای گرم کردن خانه و پخت پس از آن استفاده میکنید 5 سطر بنویسید. شما در خانه خود از چی استفاده برای گرم کردن و یا برای پخت پز یا برای پختن غذا از چی استفاده میکنید؟ شما برای چیزی که حرارت تولید میکنه و اون رو در کتاب چایتان و 5 سطر بینید و توضیح دید میست کارخانگی شما. و همچنان شاگرد های عزیز درس 13 شما که صفحه 29 و 30 کتاب در بر میگه شما 3 بار از روی کتاب خود بخوانید. این بود درس امروز ما. خدایا رو نگهدارتان، انشاءالله در درس بعدی بیشتر در مورد حرارت میخوانیم. خدایا رو نگهدارتان.